سلام، من پدرامم. اینجا فیلم بازه. بریم معرفی سریال خاندان اژدها، هاوس آف دراگون. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر باشید. سریال خاندان اژدها نوشته جورج آر آر مارتین، ساخته شبکه HBO و اولین اسپیناف ساخته شده بر اساس سریال محبوب بازی تاج تخت و بر اساس رمان آتش و خونه و خود جورج آر آر مارتین بر ساخت این سریال نظارت داشته. پدی کانسیداین در این سریال نقش ویسریس تارگریان اول رو بازی میکنه. او در فیلم های همچون دختری با تمام موهبت ها، فیلم مکبث، فیلم کودک 44 و فیلم زیردریایی بازی کرده. اما دارسی در این سریال نقش رنیرا تارگریان رو بازی میکنه. او در فیلم های بدرفتاری و سریال هانا هم قبلا بازی کرده بود. مت اسمیت در این سریال نقش دیمون تارگریان رو بازی میکنه. او در فیلم های همچون موربیوس، فیلم دیشب در سوهو و سریال تاج بازی کرده بود. از دیگر بازیگران میتوان به اولیویا کوک در نقش ملکه تاور، ریس ایفانر در نقش سر آرتور تاور و همچنین مایلیل کوک در نقش جوانی رینرا اشاره کرد. خب بریم سراغ خلاصه داستان سریال. ویسیریس تارگریان اول وارث تخت فولادین و پادشاه تارگریان هاست. او فرزند پسری نداره و تمام آرزوش اینه که فرزند آخرش که قرار دنیا بیاد یک پسر باشه و تنها فرزند او دختری به نام رینراست. رینرات علاقه به ملکه بودن نداره و دوست داره به اژدها سواری بپردازه و یک شوالیه باشه و در حال حاضر دیمون برادر کوچک ویسیریس به عنوان جانشین او شناخته میشه. دیمون یک جوان جاه طلب و خشنه. بعد از اینکه همسر ویسیریس در حین زایمان فوت میکنه و فرزند پسری هم که به دنیا میاره میمیره، اعضای شورای حکومت برای جلوگیری از قدرت گرفتن دیمون به پادشاه پیشنهاد میکنن که رنیرا به عنوان جانشین او انتخاب بشه، ولی تا حالا هیچ زنی وارث تخت آهنین نبوده و انتخاب سختی برای ویسریس که بین برادرش و دخترش یک نفر رو به عنوان جانشینش انتخاب کنه و اتفاقاتی پیش میاد که باعث ایجاد دو دستگی در خاندان تارگریان ها و ضعف اونها خواهد شد. سریال جدید خاندان اژدها که اسپیناف سریال محبوب گیم آف ترونه، ولی این قسمتش پخش شد و طرفداران انتظار دارن که بعد از قسمت‌های پایانی و فصل آخر سریال بازی تاج تخت که ضعیف بود، شبکه HBO جبران کنه و سریال خوبی برای این طرفداران این مجموعه داستان‌ها تهیه کنه. خوبی این سریال اینه که برعکس بازی تاج تخت که همزمان با پخش سریال جورج آر آر مارتین داستانشو می نوشت، ماجراهای این رو قبلا نوشته بوده و جزئیات کاملی داره. به همین دلیل احتمالا داستان بهتری خواهد داشت و با مشکلاتی که در آخر سریال قبلی پیش اومده بود دیگه نخواهیم داشت. چیزی که در قسمت اول هم دیدیم، سریال خوبی به نظر میرسه. CGI و جلوه های ویژه خوبی داره. بازی بازیگران هم در سریال خوب بود و ما به تاریخ زندگی تارگرین ها در 170 سال قبل اتفاقات سریال بازی تاج تخت و در زمانی که این خاندان بسیار قدرتمند بودن میپردازه و آشنا میشیم که چه اتفاقی برای این خاندان افتاد که از اوج به سقوط رسیدن. هنوز خیلی زوده که نظر کلی درباره این سریال داده شه، ولی احتمالا سریال خوبی خواهد بود. فقط نکته ای که قابل توجه این که مانند سریال بازی تاج تخت، این سریال هم مناسب تماشا با خانواده نیست و صحنه های غیر اخلاقی زیادی داره که در تماشا باید دقت بشه و امیدواریم که سریال خوبی باشه. خب ممنون که تو این ویدیو هم با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون. تا بعد.